تمدن 7000 ساله ایران در شهر بن آلمان نقش مهمی ما در اون رابطه داشتیم و تا اشیایی هم از ایران آورده شده فلان اینا. من از شهبانو خواهش کردم که شما برید این نمایشگاه رو ببینید، ایشون رفتید، فیلمش هم هست. بر جای بونده که کم کم داریم کشفش میکنیم و به دست میاریم و از زیر خاک ها درش میکنیم. در شما دقایقی پیش نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو دیدن کردیم، یا به دیگر سخن شما تاریخ هویت ملی ایرانیان رو ورق زدید. شما وقتی که این تاریخ رو ورق می زدید چه ها دیدید؟ برای من واقعا باعث خوشبختی بود که بتونم از این نمایشگاه دیدن بکنم و اون چیزی که مهم هست اینه که واقعا هر بار فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی مورد حمله قرار گرفته، همین هویت و فرهنگ دوباره زنده مونده در ایرانی‌ها و زنده نگهش داشته. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن درگذریم با 7000 سالگان. با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میگه کنید، این مجموعه ایست که کتابیست که در آلمان منتشر شده در معرفی یک نمایشگاه کبیر و بزرگ از تمدن و هنر یک ملت استثنایی، یعنی ایرانی ها. ها خود ما میگیم 2500 سال، آلمان ها میگن 7000 سال. هنر این مملکت نگاه کنید، آخه همین جام رو نگاه کنید، یه زیباتر از این ممکنه؟ یعنی مجسمه شروع بهتون دادم، این گاو رو، این آثار هنریه هنرمندان ما در این 7000 سال آدم رو به حیرت میندازه. عباسی میگه بسیاری از هنرمندان بزرگ آلمانی، هنرمندان بنام که رفتن و موزه رو دیدن، اشیاء باستانی ما رو دیدن، جهانشون از حیرت باز بود. گفت فکر کردن اشتباه دارن میکنن، تاریخ ها رو دارن غلط میخونن، فکر کردن این آثار متعلق به امروزه. آثار متعلق به 7000 سال پیشه. عباسی گزارش داده با یک روزنامه نگاره: من پدرم ایرانیست، مادرم ایرانیست، به 7000 سال با حکمت عشق بر زمین زیستم، همسایه های ما همه ایرانی بودن، گذشتم همه ایرانی. دیدن کرد، استقبال خیلی خوب ازشون کردن و غیره. شهبانو همیشه با مردم و با تاریخ و تمدن 7000 سال ما همراه بوده. عزیزان من، من توی همین تلویزیون پارس، توی همین برنامه گفتم شهبانو عزیز، شما چرا سر آرامگاه لیلا سیاه پوش آمدید؟ لیلا خودش میگفت سپید پوش باشید، ما از سپیدی هستیم، به سپیدی میریم، با سپیدی اومدیم، با نور، شما سپید بپوشید. شهبانو این کار رو کرد در سر آرامگاه محمد رضا شاه. انور السادات، لیلا و علی رضا پهلوی همیشه سفید پوشید. بارا افسانه رو من قبل براتون گفتم، برید ببینید و بخونید تو برنامه دیگه، نمیخوام زیاد شرح بدم. وقتی پرنسس سرایا اینجا از جهان رفت و بیژن در هتل جورج سنگ روی تخت بیمارستان بود، ببخشید تخت بیمارستان بعد رفت، و بیژن اینجا در هتل جورج سنگ بود و از من دعوت کرد که باهاش صحبت کنم. اما قصه رو گفتم برین گوش کنید، اینجا دیگه جاش نیست من توضیح بدم. من به شهبانو عرض کردم که فردا که مراسم هست شما تشریف بیارید، بیژن براتون درود فرستاد. و ایشون به بیژن زنگ زدن، تلفنی که من دادم تو هتل با بیژن صحبت کردم و بیژن به من تلفن کرد گفت آره شهبانو زنگ زدن فردا میان مراسم رو، ولی فرداش بیژن رو زنده نگذاشتن. بیژن اسفندیاری ساعت 4-5 صبح رفت از جهان. حالا قصه شهبانو گفتم دیگه نمیگم. بعد شهبانو فرمودن خب حالا که بیژن نیست من میام اونجا،
شاهپور غلامرضا پهلوی رو با فرانسیس منیجر طرف خودشون فرستادن و از طرف خودشون و فرزندانشون هم دسته های گل 4 تا فرستادن اونجا، زیباترین بود که اونجا بود. و این هم شعبان فرعه اصلا حسادتی ببینه، چیزی ببینه زن ب... و بارها خودش گفته، من افتخار میکردم، بارها خودش گفته که عکس شاه با پرنسس سوریا تو خونه ما بود، تو خونه ما بود. از این نمونه ها زیاده اگه من بخوام به شما بگم، یکی دوتا نیست، خیلی فرعون. بعد از اون طرف دوستان من در داخل ایران تا این سالها خیلی تلاش کردن که شعبان عزیز در داخل ایران نیست، سانسور که هست ولی لااقل تا تونستن کار کردن. من موزه شهبانو فرح پهلوی که با همین نام نوشته شده بود در تهران در نیاوران درست کرده بودن رو با آقای شما رسوندم. بعضی وقتا بعضی چیزا نباید بگی، چون تا بگیم فردا رژیم بنیادگراها میرن میزنن میشکنن خراب میکنن، نباید بگیم بهتون. نیاوران اصلا بستن بخشش ازش، اون موزه رو ساخته بودن بچه ها، بچه هایی که الان هم زندن، بچه هاشون دیگه اسمونان هم بچه ها نمیارم، خدا عذیتشون بکنه، خدا اسم بچه ها نمیارم، ولی موزه ایشون شعبان رو تو تهران درست کردن. دوست عزیزم چون هم بیماره و چون بیماره میخوام بگم انتشارات نظر مهربانیار بهمنپور عزیزم میبوسمش، این نازنین خیلی به ایران خدمت کرد، به فرهنگ ایران. نقاشی شعبانو رو چاپ کرد در ایران، نقاشیاشو نسخه رو برای خودش اینجا فرستاد. کارهای دیگه زیاد فراوون شده به هزار یک بهانه. تمام فیلم‌ها و سریال‌هایی که به گونه شاهفره رو توش نشون دادن، یاد از همه جون زباز گذارم. خب شعور داریم ما دیگه، قبلا هم گفتم یاد بگیرید. نمیتونن تو ایران فیلم بسازن بگن جاوید شاه درود بر شهبانو، نه، فیلم میسازن عظمت و شوکت و بزرگی دولان پهلوی رو نشون میدن، ولی توش بعضی حرفای مزخرفات آخونده و فلان رو مجبورن بذارن. ولی مردم اصلا قدیم تا الان به من گفتن چون صدا رو میبندن، فقط همین تصاویر رو نگاه میکنن، زیبایی ها رو نگاه میکنن و فرح مطرح میشه تو ایران، شاه مطرح میشه با لباساش، رضا شاه مطرح میشه با لباساش، اون سعید رات نقشش بازی میکنه و یکی دیگه بازی میکنه، ساز شده. اینا همه پولوتیک شیوه مبارزاتی بوده توی 40 سال که مردم اینجوری میشه زنده کرد. تو نمیتونی به تعریف کنی، تعریف کنی که حالا در با همه اینهایی که من با آقای شما رسودم، شما بایستی بدونید، این میخوام بهتون بگم، این خیلی مهمه. چون وقتی که ما نیستیم، موش ها همیشه بودن هستن. این موش ها میتونه کلفت فلان کس باشه که پوشاک های بچه شاه رو عوض میکرده، حالا تو فکر کنی این پخیه بیا طرف شهبانو با تو حرف بزنه. بعد همی آدم امکان داره که چون نماز شبش قضا نمیشه، مثلا دارم میگم بهتون مسئله که یاد بگیرید، مثلا نماز شبش قضا نمیشه، آدم تا میبینه که تو کوروش آریامنش اون میادی گفتی بالا چشم اسلام ابرو به دینش به دینا فلان، این میره دروغ میگه آقا دکتر کوروش آریامنش من فلانجا نشسته بودم، اولیا حضرت به شما فحش داد، اولیا حضرت فلانجا بودم، بعد بنده خدا اولیا حضرتم که اینا نمیره تحقیق میکنه، همه برای همه اعلامیه میده در گذشتشون، برای کوروش آرمنش نمیده. چرا؟ چون طفلی باورش میشه. یا من میگم خانم شما این کارا کردین سفید میشه، یه رفتید اونجا گفتید مجیدی تاریخ 7000 سال اینا همه را سیاوش حفظتو، میگن به نفع سیاوش، به مگه مال من تاریخ تمدن، مگه مال توی به گلپا، استاد گلپا گفته بودن تو فرور میذاری میشه تو هم اوستایی شدی. ببینیم تا یه حد من میدونم، چون سرویس های اطلاعاتی انگلیس رندانه کار میکنه، نه که سرویس های اطلاعاتی انگلیس میخواد تحریم کنه، سانسور کنه، یه کاری جوری. به گلفا گفته بودن که چون پشت سرت فرور مزاری عوسته گذاشته، کنسرت برات گذاشته، بزرگداشت گرفته تو تمام دنیا رفتی فلان اینا بهش، این عوسته‌ای شدی. بعد میگه چطوری حرفی میزنی؟ میگه اونها این عکس نگاه پشت سرت فرور گذاشته. میگه مرد حسابی تو شعورت نمیرسه، چند سالت تو؟ میگه اوستا چند سالشه؟ میگه بیچاره وقتی اوستا به دنیا نیامده بود،
به دنیا نیامده بود. من خوندم که من گلپا در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. بعدم مرد میگه نمیدینی که من شونی چیه؟ میگه چیز زرتشتی میخر این فروهره، این نماد ملی میهنی ماست، تو تخت جمشیده، آثار باستانی است، کارت پستالش میلیون میلیون میفروشه، چما مردم میان من اونجا. یارو قفل میکنه بازجوه، قفل میکنه، پا شیخ دوری میزنه و میاد موزی تلفنی میزنه و از استاد گلپا عذرخواهی میکنه تو فرودگاه چند سال پیش جلیشون و میگه قربان ببرم برسونتون، میگه نه ماشین من اینجاست. خب حالا اگه این استاد گلپا تونست جواب بده، باید همه بتونن جواب بدن، همین پرسش ها، درگیری ها با همه کسانی که اومدن پاریس، آدم های مهم با من دیدار داشتن، از همشون با همشون اسمشون نمیخوام بوده، من خیلی ها خودم بهشون یاد دادم، گفتم اگه گرفتن تو این چون جواب میدی. حالا یارو اگه بره پیش شعبانه بگه خانم شما سفید پوشیدید، این چون هفته پیش توی تلویزیون گفته بود شما بعد دیگه از این وقتها سفید میپوشیدین و سیاوش عوستا آخو فکر میکنه چون زرداشتی شدید، آو خانم شما این حاله. بنده خدا شعبانه هم که فکر میکنه یارو کلفته، یارو عزیزه براش، هر چیز میگیره میکنه دیگه، برای همین واسه چیز دیگه نه لباس شعبانه. اینی که هر کار بشه من شعبانه عشق با سوسش داریم، احترامش داریم، همه شما داشته باشین، این موشا و شیطنت ها رو بپذیرید، شما کارتون خرابه مردم که فکر میکنید یارو حتی اگر پسر داییش هم هست این قول تایید میکنه یا از اون مهمدون، نه حتی اگر مادرش گفتم، حتی اگر نسبت بسیار نزدیکتری هم داری، شعبانه خودشه. شعبانو وقتی هم که زمان محمد رضا شاه بود با ساواک درگیر می شده برای آزادی زندانی سیاسی، یک افتخار براش. خود شاه میاد اعلام میکنه که من از چپ ها چپترم، تو روزنامه می نویسه. شعبانو هم اگه چپ بوده، سوسیالیست اندیشه یعنی مردمی انسانگرا اگه بوده و هست و خواهد بود، یک پونت مثبت منفی نیست که اینا بسی بفهمیم، درک کنیم. و این مشارم بشناسید، شما این که من موشا رو بزرگ میکنید، شما این که هر کی یک عکس، مثلا من اینم به شعبانه عرض کرده بودم ایشون رعایت میکنن، حالا آقا عکس میان با شعبانه میگیرن وای میسن میگیرن، بعد میخوام برن با پناهندگی بگیرن، بعد میرن پناهندگیشون رد میشه، میگن آقا شعبانه رو هم دیگه کسی خطش نمیکنه، آقا با عکس که عجب. بعد تازه خیلی کار دیگه میکنن با عکس گرفتن ها. حالا اون یارو که عکس، بعد تویی که گول میخوری بیچاره، فکر میکنی با یه عکس یارو سخنگوی شعبانوس، شعبانو دفتر داره یه نفره، فقط یک نفره دفترش. بعدم پاریس که هست، ایشون اینقدر دوستای عزیز و نازنین و خوبی داره که مثل پروانه دورش میگردن، هیچ کسی سوء استفاده ازش نمیکنه. حالا اگه کسای سوء استفاده میکنن، ایشون که نمیخواد دیگه انو بعضی رد کنه روی سیر مسائل تبلیغاتی میان بهش کنن، اون رو تو باید شعور داشته باشی، تو باید شعور داشته باشی که فکر نکنه اگه یکی کسی کلفت خونه شهبانو بوده، نوکر خونه شهبانو بوده، اگه بچه ها رو تره خوش میکرده، اگه چیز میکرده که الان حجش هم نمیره، زیارات کربلاش هم میره، امکان داره ایرانش هم بره بیاد و فلان باشه، تو فکر این مقدس بوده. خب ما تحت بچه های مردم خیلی خواب پاک میکردن و میکنن کار میکردن و میدیم با ما دید، شمایید که همچنان بت پرستید، شما بایستی هوشیار باشید که کسی نیاد خودشو به عنوان شعبانو حتی نزدیکترین افراد شعبانو خودش در نهایت این که در سطح جهان محبوب همه هست، تنهای تنهاست. کتاب ایشون که در اومد کهن دیارا حدود 500-600 تا شما رو من ازشون خواهش کردم، اینا همه رو امضا کرد میدادم، امضا میکرد براتون، شما دوماده تو خونه با افتخار. همون عکسی که گرفتین در مراسم لیلا خیلیاتون با شعبانو، دوربین های تلویزیون مهر اینا رو ثبت تاریخی کرد، هدف این بود که بره تو قلبتون، تو تاریختون. ولی همون ویدیو ها رو ما رو که ما رایگان در اختیار همه گذاشتیم.